سلام خانم عزیز، روزتون بخیر. طبق قولی که داده بودم چرخ خیاطی 1139 کاچیران رو میخوام براتون معرفی کنم و دوخته اولیه با این چرخ رو. قسمت های مختلف چرخ اول براتون معرفی میکنم. از این قسمت پایین اگه شروع بکنیم، این قسمت این پایه هستش، این میله نگه دارنده پایه هستش، این سوزن بند هستش، این سوزن نخگون ما هستش و این قسمت کار راهنمای نخمون هستش. اینجا که میبینین درجه کشش نخمون هستش و این قسمت رو بهش میگن شیطانک و همطور راهنمای نخمون هستش و این قسمت اینم راهنمای نخمون هستش که برای پر کردن ماسوره هستش و این قسمت کارمون این میله مربوط به قرقره هستش. این میله مربوط به قرقره هستش برای متحرک، برای پر کردن ماسوره هستش و همینطور موقعی که بخوایم دوختای با سوزن دوقلو را انجام بدیم احتیاج داریم که اینم نخ کنیم و این قسمت ماسور پرکن ما هستش و این قسمت در که نگاه میکنین در پوش چرخمون هستش و همینطور روش راهنمای دوختامون هستش و این قسمت پایین کار راهنمای دوختای تزینیمون و دوختامون هستش کلن و این سرقایمون هستش. اینم که کلید روشن و خاموشمون هستش و اینم کلید شصی هستش. ببینی الان روی دایره یا برای بعضی از چرخ‌ها زده روی یک یا صفر هستش. این قابل تغییر هستش. ببینین الان مثلا میتونین روی یو بذارین، یو وی بذارین و اینم راهنمای همین کلید شصیمون هستش. و این قسمت کار خانم ما توپی ما هستش. ببینید که فقط هم باید به طرف جلو چرخونده بشه، به این سمت برعکس نباید اینو بچرخونید و این داخلش هم نگاه بکنید یه توپی کوچولو هم هستش. این خلاصکن نخمون هستش. موقعی که میخواییم ماسوره پر کنیم احتیاج داریم که اینو خلاص کنیم. به چه صورت خلاص میکنیم؟ این توپی بزرگ نگه میداریم و اینا به سمت خودمون میچرخونیم یه دونه کوچولو. این باعث میشه که سوزنمون موقع پر کردن ماسوره حرکت نکنه و فقط این قسمت ماسوره حرکت بکنه. بعد از اینکه کارمون هم تموم شده اینو دو اساس برمیگردیم سر جای خودش. و این قسمت کار اگه مشخص باشه ببینین پایه هستش که موقعی که بالا هستش که به این صورت یه نه یک دوم داره که وسط کار قرار میگیره و موقع دوختم که کلن پایین قرار میگیره. این دوخت کلی، این راهنمای کلی چرخ هستش، قطعات مختلف چرخ. و اما برای اینکه ما بخوایم یه دوختی رو انجام بدیم احتیاج داریم که اول ماسورمون رو پر کنیم. من فراموش کردم اینو بگم. ببینید این قسمت وسایل چرخ هستش، پایه‌های مختلف چرخمون هستش و ماسورهامونه. اینو به این صورت که بچرخونیم این در میاد کلا. و این قسمت کار ببینید ماکو و ماسورمون قرار داره. برای اینکه ما یه دوختی رو انجام بدیم باید هم نخ ماسوره داشته باشیم هم نخ قرقره داشته باشیم. ببینید اینجا یه دونه زبونه داره. ببینید اینه که اگه ببینید به این صورت بردارین نگه دارین بکشین این ماسوره خودش خود به خود در میاد. به این صورت ماسوره همونه در میاریم. من الان مثلا میخوام یه ماسوره پر کنم برای پر کردن ماسورمون.
ببینید این قسمتی که میله متحرک مربوط به قرقره متحرک هستش، قرقره رو داخل این میندازیم، نگه دارنده این نخمون رو بهش میدانیم. ببینید راهنمای نخ ما، ببینید از چه قسمت هایی عبور داده میشه. اول میایم به این قسمت عبور میدیم، این زبونه مربوط میشه به پر کردن ماسورمون، از داخلش رد میکنیم و از این قسمت هم رد میکنیم به این صورت. یه بار دیگه مرحله انجام بده. ببینیم قرقره رو به این صورت داخل این میله متحرک قرقرمون میذاریم. ببین این نگه دارنده نخمونم بهش میذاریم، نخو از این قسمت به این صورت رد میکنیم و میایم به این سمت، از اینجا این رو عبور میدیم، از این قسمت این شیطونه که کوچولویی که داره از این قسمت هم ردش میکنیم به این صورت. حالا یه ماسوره خالی برمیداریم. ببینید ابتدای نخو با دستمون به این صورت نگه میداریم، ببینید روی این کار نگاه کنید، یه دونه یه شیار کوچولو داره، نگاه کنید این قسمت هم اگه نگاه بکنیم ببینید یه سوزن کوچولو داره، این قسمت باید داخل این قفل بشه به این صورت. اینو میزنیم به اینجا، یه فشار که بدیم این جا میره خودش. وقتی که اینو جا زدیم اینو به این سمت حرکتش میدیم. ببینی الان به این سمت، موقعی که میخوایم ماسور رو پر کنیم اینو به سمت راست برمیگرم، یه دقیقه صدا میده جا میره. خب این ماسور این قسمت هم برای که ماسور رو پر کردن هستش، گفتم که به سمت خودمون یه کوچولو برمیگردیم. این باعث میشه که سوزن ما موقع پر کردن دیگه حرکت نکنه. پار آروم رو پدال قرار میدیم به این صورت. پامون رو خیلی آهسته رو پدال قرار میدیم. به این صورت ماسوره رو پر میکنیم. وقتی که خود پر بشه خودش معمولا وای میسه، زیاد از حد نباید ماسوره رو پر کنید، چون که موقع کار توی ماکو که جا میزنین گیر میکنه. بعد پر کردن اینا رو در میاریم. وقتی که ماسوره رو پر کردیم ببینین نخ به این صورت به جلو هستش و اینم ماکو میره. به این صورت داخل ماکو جا میزنیم، از این شیار ردش میکنیم و از این شیار کوچیکی هم که داریم رد میکنیم و دو مرتبه این قسمت رو نگه میداریم. میایم داخل ماکو جا میزنیم. این یه صدای کوچیکی هم میده که نشون میده که اینجا رفتش. برای نخکشی برای روی کارمون قرقره به این صورت داخل چرخ میداریم، نگه دارنده نخمونم رو جلوش میداریم. ببینیم میایم از این قسمت فلش داره، ببینیم اگه نگاه کنید ببینیم یه فلشی داره روش، میاریم از این قسمت ردش میکنیم. این قسمت دوباره برو
از این قسمت به این صورت ردش میکنین، از داخل این شیار رو نگاه کنین، یه شیار اینجا داره، از این قسمت اینجوری ردش میکنین، میایین پایین، اینجا رو میبینین یه فلش داره، میگه یعنی برگردین. ببینی شیطانه که میاریم بالا، از داخل شیطانه رد میکنیم، میاریم پایین. ببینی وقتی که اینجا آوردیم، از داخل این شیار کوچولویی که اینجا هم داره ردش میکنیم، این سوزن نخ کنمونه. ببینی به این صورت یه باری تکرار کن پایینشو. ببینی این سوزن نخ مسیر عبور نخمونه یه شیار کوچولویی که اینجا داره. اینجوری نخ نگه میداریم، از این قسمت ردش میکنیم، میاریم روی این کوچولویی که نخ سوزن نخ کنمونه، میاریم پایین، این رو داخل سوزن میکنیم و به این صورت میکشیم میاریم بالا. این صورت به این نخ میکشیم بیرون. حالا برای اینکه میخوایم نخ ماسورمون رو حالا بکشیم بیاریم بالا، توپی رو نگه میداریم، اینجا سوزن رو میبینیم، یه کوچولو سوزن میره داخل، این نخ رو میکشیم بیرون. ببینید نخ ماسورمون به این صورت میاد بیرون. این برای آماده سازی اولیه چرخمون. الان این چرخ آماده است برای دوخت.